سلام، خوش آمدید به برنامه ایران و جهان در هفته که گذشت. من مهران میرزایی هستم. در این برنامه مروری داریم بر رویدادهای مهم هفته گذشته. در آغاز گزارشی داریم در مورد واکنش‌ها پیرامون گفتگوی تلفنی باراک اوباما و حسن روحانی و گزارشی دیگر در رابطه با طرح دولت حسن روحانی درباره نظرسنجی در خصوص رابطه با آمریکا. سپس گفتگویی داریم با ماشاءالله عباس‌زاده، تحلیلگر سیاسی در خصوص رابطه ایران و آمریکا، و در ادامه نیز مهیستان بختیاری از ترکیه ما را در جریان بسته دموکراسی که دولت رجب طیب اردوغان ارائه کرده است خواهد گذاشت. همچنین گزارشی داریم درباره تصمیم دولت مالزی در رابطه با کاهش مدت صدور ویزا برای ایرانیان. با ما همراه باشید. به دنبال بحث‌ها پیرامون گفتگوی تلفنی حسن روحانی با باراک اوباما که به خشم و انتقاد برخی از فرماندهان سپاه و گروهی از محافظه‌کاران تندرو در ایران مواجه شده است، آقای روحانی در واکنش به این اعتراض‌ها گفت دولت درباره رابطه با آمریکا نظرسنجی خواهد کرد. در رویداد دیگر هم یک مقام آگاه نزدیک به سنای آمریکا اعلام کرد که تا پیش از دور جدید گفتگوهای ایران و گروه پنج به علاوه یک در میانه ماه جاری میلادی، این مجلس تحریم‌های جدیدی علیه ایران را به اجرا نخواهد گذاشت. حسن روحانی در راستای گشودن قفل پرونده هسته‌ای ایران این روزها راه‌های نرم‌تری را نسبت به گذشته در پیش گرفته که صحبت تلفنی وی با رئیس جمهور آمریکا نیز در همین زمینه قابل ارزیابی است. حسن روحانی در واکنش به اعتراض‌ها نسبت به گفتگوی تلفنی وی با باراک اوباما گفت مخالفان مذاکره با آمریکا حق دارند حرف‌های خود را بزنند و دولت درباره رابطه با آمریکا نظرسنجی خواهد کرد. به گزارش سایت آریا، آقای روحانی روز چهارشنبه 10 مهر ماه در حاشیه جلسه هیئت دولت به خبرنگاران گفته است به دو دستگاه نظرسنجی گفتم که درباره رابطه با آمریکا نظر مردم را بگیرند. وی افزوده این نظرسنجی با هدف مشخص شدن نظر مردم درباره گام‌های دولت برای رابطه با آمریکا در دستور کار این دو دستگاه قرار گرفته است. روحانی آغاز مذاکرات با آمریکا را مسیر دشواری خوانده که دولت 11 بدون حمایت مردم، مجلس و علی خامنه‌ای نمی‌تواند در این گفتگوها به اهداف خود برسد. حسن روحانی امروز در حاشیه جلسه هیئت دولت به خبرنگاران گفت به دو دستگاه نظرسنجی گفتم که درباره رابطه با آمریکا نظر مردم را بگیرند. وی افزوده که این نظرسنجی با هدف مشخص شدن نظر مردم درباره گام‌های دولت برای رابطه با آمریکا در دستور کار این دو دستگاه قرار گرفته است. روحانی همچنین در خصوص سفر خود به نیویورک هم گفت آمریکایی‌ها قبل از سفرم هم 5 بار پیام فرستادند که دیداری بین من و اوباما صورت بگیرد که من نپذیرفتم. وی افزود بعد طرح ملاقات کوتاه را مطرح کردند که من خیلی موافق نبودم. با ملاقات مخالف نبودیم، اما زمینه‌اش فراهم نبود. روحانی در ادامه هم آغاز مذاکرات با آمریکا را مسیر دشواری خوانده که دولت 11 بدون حمایت مردم، مجلس و علی خامنه‌ای نمی‌تواند در این گفتگوها به اهداف خود برسد. رئیس جمهور ایران در پایان هم گفت که باراک اوباما در مکالمه تلفنی با وی گفته که در ارتباط با مذاکرات دو جانبه ما مشکلات فراوانی در داخل آمریکا داریم و شما نیز همینطور، و باید فکری کنیم که از مشکلات عبور کنیم. در همین خصوص حسین سلامی، جانشین فرمانده کل سپاه، هم امروز گفت بهتر بود روحانی با رئیس جمهوری آمریکا گفتگو نمی کرد تا اقتدار ایران دست نخورده می ماند. در رویدادی دیگر وزیر امور خارجه لیتوانی روز چهارشنبه 10 مهر گفت دولت‌های غربی این احتمال را بررسی می‌کنند که در چارچوب دستیابی به توافق هسته‌ای با جمهوری اسلامی به ایران اجازه دهند که مقداری از غنی‌سازی اورانیوم خود را ادامه دهد. و در تحول دیگر یک مقام آگاه نزدیک به سنای آمریکا اعلام کرد که تا چند روز پیش از دور جدید گفتگوهای ایران و گروه 5 به علاوه 1 در میانه ماه جاری میلادی این مجلس تحریم‌های جدیدی علیه ایران را به اجرا نخواهد گذاشت. به گزارش رویترز این مقام آگاه گفت که کمیته بانکی سنا قرار بود در ماه سپتامبر بسته جدید تحریم‌ها علیه ایران که در ژوئیه گذشته توسط مجلس نمایندگان تصویب شده بود را بررسی کند، اما در حال حاضر تصمیم بر این است که دست کم تا چند هفته آینده چنین اقدامی انجام نشود. باب کراکر، سناتور جمهوری خواه کمیته روابط خارجی مجلس سنا و عضو کمیته بانکی سنا، گفت در این باره که آیا اکنون که گفتگوهای جدیدی در پیش داریم زمان مناسبی برای اعمال تحریم‌های جدید است یا خیر، گفتگویی انجام نشد. کراکر تایید کرد که کنگره به طور کلی عمیقاً به ایران تردید دارد
و طرفدار تحریم‌های بیشتر است. صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران اظهارات حسن روحانی در سازمان ملل متحد را متین و منطقی خواند و گفت که شرایط روزهای اخیر ایران حاکی از عقب نشینی غرب از مواضع خود است. لاریجانی همچنین افسوده که مذاکره و روابط ایران با دیگر کشورها ممنوع ذاتی نیست. یحیی رحیم صفوی مشاور عالی دفاعی آیت الله خامنه ای نیز سخنان حسن روحانی در مجمع عمومی سازمان ملل را نطقی بسیار هوشمندانه ارزیابی کرد. فرمانده پیشین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در گفتگو با خبرگزاری فارس که عصر چهارشنبه سوم مهر ماه منتشر شد، تصریح کرده که سخنان حسن روحانی علیه خشونت و افراطی‌گری و درباره خطوط قرمز ایران برای دستیابی به انرژی هسته‌ای بسیار هوشمندانه بود و آقای روحانی توانسته به گفته او به خوبی از حقوق ایران دفاع کند. حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح هم سخنرانی روحانی را نشانه درخشش عقلانیت روحانیت شیعه در سازمان ملل ارزیابی کرده است. فیروزآبادی افسوده سخنان روحانی مواضع صریح و انقلابی و حق طلبانه و مستحکم ملت ایران را به جهانیان نشان داد. این فرمانده نظامی در این حال گفته که روحانی با این سخنرانی شعارهای اصلاح طلبان را پشت سر گذاشت. در همین راستا غلامعلی حداد عادل نیز نطق شب گذشته روحانی را مثبت و منطقی دانست و گفت که این نطق به هیچ وجه از سر ذلت و وادادگی نبود. علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس هم اظهار تمایل اوباما برای حل و فصل مناسبات با ایران را ناشی از تغییر رویکرد غرب دانست. وی امروز به خبرگزاری خانه ملت گفت هرچه فضای گفتگوی ایران با غرب مثبت‌تر از گذشته باشد، به طور حتم مذاکرات هم آسان‌تر خواهد بود. در همین حال بنیامین نتانیاهو گفت که برنامه ایران این است که با حرافی برای پیشبرد توانایی دستیابی به تسلیحات اتمی زمان بخرد. آقای نتانیاهو در بیانیه‌ای که دقایقی پس از سخنرانی حسن روحانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد منتشر شد نوشت این یک سخنرانی عیب‌جویانه و مملو از دورویی بود. به گفته نخست وزیر اسرائیل در این سخنرانی هیچ پیشنهاد عملی برای توقف برنامه هسته‌ای نظامی ایران مطرح نشد. وزیر خارجه آلمان پس از دیدار با حسن روحانی در نیویورک از لحن جدید ایران استقبال کرد. لیدو وستروله در این حال هشدار داد که این لحن باید با اقداماتی اساسی همراه باشد. او با وزیر خارجه ایران نیز دیدار کرده است. روحانی بامداد روز چهارشنبه در مجمع عمومی سازمان ملل متحد بارها از صلح سخن گفت و تصریح کرد که ایران آماده گفتگوهای بدون تأخیر برای شفافیت کامل است. پیش از او باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نیز در سخنانی ضمن استقبال از سخنان مسئولان ایرانی خواسته بود تا اظهارات مصالحه جویانه ایران با عمل همراه شود. علی خامنه‌ای روز سه‌شنبه 26 شهریورماه از نرمش قهرمانانه سخن گفت. انعطاف رهبر جمهوری اسلامی در سیاست خارجی پس از انتشار خبر رد و بدل شدن نامه میان ایران و آمریکا صورت گرفت. پس از آن در پایان سفر حسن روحانی به نیویورک، رؤسای جمهور ایران و آمریکا گفتگوی تلفنی داشتند که واکنش‌های بسیاری را به دنبال داشت و امیدها را برای برقراری رابطه ایران و آمریکا افزایش داد. در همین رابطه گفتگویی داشتیم با ماشاءالله عباس‌زاده، تحلیلگر سیاسی در ونکوور کانادا، و از ایشون پرسیدیم تعبیر شما از نرمش قهرمانانه که توسط رهبر ایران به کار گرفته شد چیست؟ قبل از هر چیز سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و همینطور همیهنان عزیزم در جای جای جهان. انتخاب تاکتیک های مختلف از سوی نظام جمهوری اسلامی امریست مسبوق به سابقه و اصولاً نظام فقها که یه خوشانسی دارند و همزمان مردان تکنوکرات و تحصیل کرده غرب را هم دور خود جمع کردند، به تناسب فراز و فرود شرایط بقای حاکمیت دست به انتخاب تاکتیک ها و یا استراتژی های تغییر آفرین می زنند. نرمش قهرمانانه هم در این راستا و همانند سایر مکانیزم های برون رفت نظام از معضل های حاد باید بررسی بشه، همچون جام زهرنوشی آیت الله خمینی و پذیرش قطعنامه 598. البته جا داره که به چند مورد از این تغییر تاکتیک ها که در جمهوری اسلامی تازگی نداره اشاره کنم. در طول عمر حکومت 34 ساله نظام فقهی
خب همگان به یاد داریم که بنیانگذار جمهوری اسلامی یعنی شخص آقای خمینی پس از سرکوب حجاج از سوی پلیس عربستان گفت اگر از صدام بگذریم از آل سعود نمیگذریم. خب که دیدیم ببخشید بنابر اقتضای سیاست و شاید هم مصلحت نظام هم در عهد صدام دفتر دیپلماتیک گشوده شد و هم توافهای دیپلماتیک آقایون به طور سالیانه برقرار هست و فقط کم مانده که به دست بوسی ملک و پادشاه بشتابند. سویه دیگر طرح نرمش قهرمانانه خواه ناخواه به نتیجه انتخابات هم ارتباط آشکار داره. البته منظورم این نیست که شخص حسن روحانی عامل تحقق و یا پیش برده این مدل دیپلماسی انعطافی هست. به گمان فرایند پیچیده انتخابات اخیر ایران مثل رد صلاحیت هاشمی از یک طرف و بازآفرینی مدل دوم خرداد از سوی دیگر همگی نشانگر نوعی اجماع برای رفع بحران‌های دامنگیر پیدا و پنهان درون نظام بود. با این توضیح که هم در ماجرای دوم خرداد که سفرهای اروپایی بیرون رفته بودند، شخص خاتمی مولد آن جنبش نرم مدنی نبود و هم در این دوره شخصی به نام حسن روحانی مولد و همه کاره موضوعی به نام گفتمان عدالت یا گفتمان اعتدال نیست. به گمان شخص بنده نوعی وفاق و همگرایی و اجماع در سطوح اصلی تصمیم سازی نظام پیرامون این موضوع شکل گرفته. اگر استفاده از این تعبیر را بتوانیم چراغ ساز رهبر به روحانی برای برقراری رابطه با آمریکا بدانیم، واکنش محافل تندرو در جمهوری اسلامی را چگونه میتوان تفسیر کرد؟ البته شخصا از چراغ سبز موضوع رو فراتر میبینم و این رو نوعی تصمیم تلخ نظام و با فشار نظام جهانی بر جمهوری اسلامی تلقی میکنم. اما برگردم به پرسش شما که چرا اصولگرایان مخالفت میکنند. نخواستن که میزان مخالفت ها بسیار ناچیز است و گسترده نیست. دومین نکته که به لحاظ نشانه شناسی طیف اصولگرایان میتوان متوجه شدن که سرحلقه های اصلی قدرت خاصه سپاهیان و برخی از سرداران موازه زننده و گزنده و خیلی ناهمراه اتخاذ نکردند و حتی تحسین ها و تمجید ها بیش از تخریب ها بود. مهمترین موضع آشکار انتقادی همان اظهارات آقای عزیز جعفری بود که گفتگوی تلفنی رو آن هم اشتباه تاکتیکی خوانده بود و نه بیشتر. سومین گزینه که در این رابطه میتوان بررسی کرد و به اون اشاره کرد نقش رسانه ها خاصه صدا و سیما. پوشش خبری صدا و سیما بود که حتی حمله گروه خودسر در فرودگاه را سانسور و استقبال جوانان خیلی بانشات و شادمان بنفش پوش رو پوشش گسترده داد که به نظر من به هیچ عنوان این عملکرد معاونت سیاسی صدا و سیما نمیتونست بدون هماهنگی در سطوح بالا باشه. و نکته چهارمی هم از منظر بنده هست و آن که حتی روزنامه کیهان که مدام به انتقادات خود ادامه میدهد اما با اندکی کاوش و مداقه به این نکته پی میبریم که نقدهای کیهان نه تنها تهاجمی از جنس تخریبی و خانمان براندازانه نیست بلکه به نوعی بر مشی تذکار لسانی آن هم برای حفظ هویت و ارزش‌های اصولگرایی است که خواه‌ناخواه سالیانی است کیهان با این نام به هر روی مشهوره. با همه این نشانه‌های همپوشان اما در نهایت هیچ چیز در نظام بی‌نظم فقهی ولایی مشخص نیست و چه بسا جمعی هم به همین خاطر از موضع علی خامنه ای دور شوند و شاهد فقهایی همچون آذری قومی های جدید با روی کردهای دیگر در نظام باشیم. محافل تندرو در ایران و آمریکا موضع تندی نسبت به برقراری رابطه ایران و آمریکا دارند. به نظر شما دولت های ایران و آمریکا تا چه اندازه تحت تاثیر محافل هستند؟ به گمان بنده تاثیر چندانی نمیتواند داشته باشد، چنانچه این روند بر مبنای یک تصمیم سیاسی نظاممند و هدفمند از سوی هر دو نظام امریکا و جمهوری اسلامی اتخاذ شده باشه، گروه های جانبی تندرو نخواهند توانست
مانع تراشی کنند تو این مسیر، ضمن اینکه گروه های تندرو و مخالف در هر دو کشور واجد ویژگی های مشخص خودشون هستند و تفاوت های گسترده ای با هم دارند. اما در ایران حتی بر فرض مثال منطقی ترین منتقد هم پیدا بشه و بخواهد برخلاف دیدگاه های رهبری نظام و تصمیم کلی نظام قد علم کنه و حرفی بزنه، خب قطعا بایستی منتظر کمپ کهریزک دوم و اوین و اعدام باشه. اما در آمریکا خب روند متفاوت است، چرا که پرنسیب های گفتگو رو بیشتر گروه های موجود سیاسی باور دارن و به آن ملتزم هستند و به آن معتقد هستند. باراک اوباما در دیدار با نتانیاهو گفت که گزینه نظامی درباره ایران همچنان روی میز است. با این لحن آیا میتوان امیدی به برقراری رابطه با آمریکا داشت؟ ببینید، این سوال که چشمانداز رابطه ایران آمریکا چگونه خواهد بود، یک پیشبینی و تحلیل بسیار پیچیده و تا حدودی سخت هست، چرا که تضادهای رفتاری گفتاری فقهای حاکم در تهران از یک سو و پرنسیب ها و اصول و ارزش های نظام توسعه یافته آمریکا از سوی دیگر به نوعی جمع ضدین و نقیضین رو در عرصه سیاست بین الملل خاصه در عرصه ایران و آمریکا ایجاد کرده. اما شخصا به رفع برخی از مشکلات مشخص همچون کاهش تنش ها خاصه لغو تحریم ها از سوی آمریکا و انعطاف جمهوری اسلامی تا مرز نرمش و نه البته یک ورزش کامل در میدان نگاه مثبت دارم و تا حدودی به این موضوع امیدوارم. پیش بینی ها بیشتر نشانگر آن خواهد بود که در جهان مدرنی که با شتاب بسیار زیادی معادلات و ارزش های جهان شمول در حال تغییر هستند، در دراز مدت جمهوری اسلامی نخواهد توانست رابطه ای درست و منطقی با دنیای توسعه یافته و مدرن برقرار کنه، جز اینکه به انباشت مطالبات بسیار بنیادین شهروندان در داخل توجه منطقی و اساسی بکنه و تغییرات گسترده‌ای بایستی داشته باشه. در غیر این صورت نظام فقها در کوتاه مدت آب نبات خواهند گرفت و در دراز مدت با چالش‌های تازه‌ای همچون حقوق بشر و مسائل مشابه خواه ناخواه از سوی جامعه جهانی مواجه خواهند شد. آقای روحانی اخیراً اعلام کردن که در مورد رابطه با آمریکا اقدام به نظرسنجی خواهد کرد. به نظر شما اگر اکثر مردم خواهان برقراری رابطه با آمریکا باشند، آیا نظام جمهوری اسلامی به خواست افکار عمومی احترام خواهد گذاشت؟ واکنش ها در شکل حالت های از طیف دچار نوسان و فراز و فرود بود. به لحاظ جغرافیای واکنش، خب طبعا جامعه ایران بالاترین میزان واکنش رو چه مثبت چه منفی از خودش نشون داد، به خاطر اینکه این ایران هست که بالاترین میزان نیاز رو در این رابطه داره. در ایران هم دستبندی های واکنش و اون کاتگوری و اون طبقه بندی ها باز متنوع بود. طیفی از رسانه های موسوم به تحول طلب و اصلاح طلب یا اخیراً بگوییم اعتدالیون طبعا خوشحالند و حتی خوشبین هستند و بسیار هم مشوقند، تا جایی که بر مبنای تحلیلی که در روزنامه نگاه می‌کردم، تازه ترین اظهارات اوباما در دیدار با نتانیاهو رو مبنی بر این که همه گزینه ها از جمله گزینه نظامی روی میز است رو نه تنها تلاش کردن جدی نگرفتند، حتی خیلی تلاش کردن که کم از هر جلوه بدن که مثلا موازی آقای اوباما تغییر نکرد. اما لایه دیگر در جامعه ایران که واکنش نشان دادن خود مردم ایران بودند که علارغم حسی از امید و رضایتمندی دارند، اما خیلی محتاط عمل کردند و همواره نوعی بیم و هراس دارند، چرا که اصولا بدبینند به این نظام که مبادا جمهوری اسلامی با ترفند تازه به میدان آمده و یا با اشتباه‌های تاکتیکی که میتونه مرتکب بشه فرصت‌های امیدبخش و صلح‌مدار رو بسوزونه. واکنش های منطقی هم داشتیم. واکنش در دو حوزه هم با سکوت همراه بود. یکی در خود ایالات متحده آمریکا که عمدتاً سیاسیونی پراگماتیک، مذاکره محور و نتیجه اندیش داره و همچنین در لایه هایی از اپوزیسیون جمهوری اسلامی در برون مرز هم من نوعی سکوت رو دیدم، وادادگی رو. و اما واکنش مهمتری در کشورهای منطقه مشاهده می شد که عمدتاً حکایتگر نارضایتی نهان و نرمی است، از کشورهای حاشیه خلیج فارس تا کشور همسایه ترکیه رو این در بر گرفته بود.
البته این موضوع به لحاظ اصول بین الملل قابل درک است. حالا بایست همه ما منتظر بمانیم تا نتیجه همه پرسی در ایران هم آشکار بشه و خب قطعا میزان رضایتمندی و تمایل مردم ایران رو در این خصوص خواهیم دید که میشه حد زد که بسیار بالا خواهد بود، چرا که همه آنها امید دارند که با رفع تحریم ها، با بهبود رابطه با ایالات متحده آمریکا به عنوان یک نظام توسعه یافته مقتدر و مظهر کشورهای غربی، خب فضایی و هوایی تازه می کنند در اون کشور و به نتایج مطلوب میرسن. ضمن این که نفس برقراری ارتباط با ایالات متحده میتونه دو تا پیامد مثبت رو برای کل منطقه و ایران داشته باشه. یکیش خب اولین گزینه همونه که بهتر شدن اوضاع زندگی مردم ایران هست. دو، در استمرار رابطه با ایالات متحده جمهوری اسلامی یا بایستی غالب توهی کنه یا بایستی به میزانی از تحول خواهی تمکین کنه که خب در هر دو صورت برای مردم ایران میمون و مبارک هست. با سپاس از آقای ماشالله عباس‌زاده، تحلیلگر سیاسی از ونکوور کانادا. آنطور که دولت ترکیه گفت وعده داده بود، بسته دموکراسی در پایان ماه دسامبر آماده و در دسترس افکار عمومی قرار گرفت. این بسته پیشنهادی تلاش می‌کند اصلاحاتی را در جهت فضای باز سیاسی در ترکیه ایجاد کند، اما ارائه این بسته با واکنش‌ها و انتقادات فراوانی از سوی محافل عمومی و احزاب سیاسی در ترکیه همراه بود. جزئیات بیشتر در گزارش مهستان بختیاری از ترکیه. همونطور که پیشتر آقای رجب طیب اردوغان وعده داده بود که تا پایان ماه سپتامبر بسته دموکراسی رو در ترکیه ارائه خواهد کرد، امروز این بسته در اختیار رسانه‌ها و افکار عمومی قرار گرفت. هرچند بلافاصله پس از سخنرانی آقای رجب طیب اردوغان و ارائه این بسته واکنش‌های بسیار زیادی رو در محافل عمومی در میان گروه‌ها و شخصیت‌ها و احزاب شاهد بودیم که عمدتاً یا این بسته رو ناکافی می‌دونستن یا نسبت به اون انتقادات بسیار جدی رو مطرح می‌کردن. اما نگاهی بیندازیم به مفاد اصلی در این بسته پیشنهادی که امروز در ترکیه ارائه شد. نخستین موضوعی که ما شاهد هستیم در بسته پیشنهادی امروز در ترکیه در واقع لغو حد نصاب 10% برای کسب آرا به منظور شرکت در انتخابات است که موضوع بسیار مهمی هستش برای احزاب کوچکتر من جمله احزاب کردی که همین موضوع همیشه مانع ورود اونها به پارلمان ترکیه بوده. مسئله دیگه مسئله لغو ممنوعیت حجاب در مراکز دولتی هستش. همینطور اجازه تدریس زبانهای دیگه از جمله زبان کردی در مدارس خصوصی و نه البته در مدارس دولتی. همینطور اجازه نامگذاری شهرهای در مناطق کردنشین با نامهای کردی و نهایتاً لغو الزام سوگند کمالیسم. من در مورد سوگند کمالیسم این نکته رو در واقع توضیح بدم که سوگند کمالیسم دانش آموزان ابتدایی ترکیه رو ملزم میکرد که جمله من یک ترک هستم و نسبت به اون وفادار هستم رو به زبان بیارن و به اون سوگند بخورن، که همین موضوع در واقع انتقادات بسیار و اعتراضات زیادی رو از سوی احزاب کردی همیشه به همراه داشته. این در واقع موارد کلی بود که در بسته پیشنهادی امروز دموکراسی ترکیه ارائه شد. اما همونطور که گفته شد احزاب و گروه‌های بسیار زیادی نسبت به این بسته انتقاداتی رو مطرح کردن، از جمله احزاب کردی که همیشه نسبت به این در واقع بسته پیشنهادی اعتراض داشتن و چندان خوشبین به اون نبودن. امروز هم عنوان کردن که در واقع این بسته پیشنهادی دیدگاه مردم کرد رو در بر نمیگیره و در واقع بیشتر هدفش انتخاباتی هستش و در جهت منافع حزب AKP و دولت اسلامگرای آقای رجب طیب اردوغان حرکت میکنه. در کنار احزاب کردی در واقع علویان هستن که جمعیت 20 میلیونی ترکیه رو تشکیل میدن. اونها در واقع همیشه یکی از منتقدین جدی دولت آقای رجب طیب اردوغان بودن که عمدتاً گرایش‌های چپ دارن و در جریان ناآرامی‌های اخیر در ترکیه شاهد بودیم که بسیار فعالانه حضور داشتن و اعتراض کردن به سیاست‌های آقای رجب طیب اردوغان. امروز هم استقبال چندانی از این موضوع نکردن و عنوان کردن که این بسته دموکراسی در واقع هیچ گونه حمایتی رو از لحاظ مسائل دموکراتیک از علویان انجام نمیده. همینطور سکولارها نسبت به این بسته انتقاد داشتن. اونها هم از منتقدین جدی دولت آقای رجب
رجب طیب اردوغان همیشه بودن در طی این سالها، به خصوص در ناآرامی های چند ماه اخیر که خب شعار اصلی و حرف اصلی اونها هم در طی این سالها این بوده که دولت اسلامگرای آقای رجب طیب اردوغان تلاش میکنه ارزش های سکولاریسم نهادینه شده از زمان آتاتورک در جامعه ترکیه رو کم رنگ بکنه و به جای اون ارزش های اسلامی رو جایگزین بکنه. امروز سکولارها هم در واقع به شدت نسبت به این موضوع و این بند، یعنی لغو ممنوعیت حجاب اجباری در مراکز دولتی ترکیه، اعتراض کردند و از این موضوع در واقع ناخشنود بودند. در کنار همه این گروه‌ها، ملی‌گراها هستند که از همون ابتدا در جریان مذاکرات صلح میان پیکاکا و دولت آقای رجب طیب اردوغان انتقادات جدی رو نسبت به دولت ایشون وارد کردند. امروز هم بسیار ناراحت هستند، به خصوص بر سر این موضوع، یعنی لغو الزام سوگند کمالیسم، که این موضوع برای اونها بسیار مسئله حیاتی و مهمی بود. اما در کنار همه این موضوعات به نظر میرسه که شاید تنها گروهی که بیشتر از گروهای دیگه راضی بوده، شاید گروهای وابسته به دولت آقای رجب طیب اردوغان و طیف‌های اسلامگرا بودن که به هر حال در این زمینه خب ملاحظات زیادی رو بسته اخیر و همینطور قوانین پیشتر از اون در نظر گرفته بوده. ولی در کل امروز در واقع آقای رجب طیب اردوغان نکات بسیار مهمی رو در سخنرانی خودش هم مطرح کرد، از جمله اینکه عنوان کردن که این بسته در واقع اولین و آخرین بسته در ترکیه نخواهد بود. ما تلاش میکنیم که بسته های مشابهی رو در این زمینه در آینده ارائه بدیم. تمام تلاش ما این هستش که در جهت ترویج دموکراسی در ترکیه تلاش بکنیم و در طی این 11 سال هم هدف ما جز دوستی و مودت و احساس همدلی و یکدلی میان مردم ترکیه چیزی نبوده و این قول رو دادن که در آینده بیشتر در این زمینه تلاش بکنن. به هر حال وجود چنین بسته های یا ارائه بسته های مشابه این چنینی در آینده باید دید که تا چه اندازه میتونه مطالبات گروه های مختلف من جمله مردم کرد رو برآورده کنه و تا چه اندازه میتونه فضای سیاسی رو در ترکیه بیش از گذشته باز بکنه. تلویزیون ایران فردا، ترکیه. با تصمیم دولت مالزی صدور ویزا به محض ورود برای ایرانیان از 90 روز به 14 روز کاهش پیدا کرد. محدودیت زمان ویزای توریستی از اول اکتبر اجرایی شده و بازتاب بسیار گسترده‌ای در میان ایرانیان ساکن مالزی که گفته می‌شود 70 تا 80 هزار نفر هستند داشته است. خبرگزاری‌های ایران این اقدام دولت مالزی را ناگهانی خوانده و نوشتند که این تصمیم مشکلات زیادی را برای مسافران مالزی به وجود آورده است. رسانه‌های ایران از کاهش مدت ویزای توریستی شهروندان ایرانی برای ورود به مالزی خبر دادند. خبرگزاری ایسنا از مالزی گزارش داده است که از روز سه‌شنبه اول اکتبر ایرانیانی که به مالزی سفر می‌کنند به جای ویزای توریستی 90 روزه در هنگام ورود ویزای 14 روزه دریافت می‌کنند. حدود دو ماه پیش نیز رسانه‌های مالزی به نقل از احمد زاهد حمیدی وزیر کشور مالزی از تصمیم دولت برای کاهش مدت ویزای توریستی برای کشورهایی خبر داده بود که شهروندانشان از مالزی به عنوان گذرگاهی برای ورود غیرقانونی به استرالیا استفاده می‌کنند. آقای حمیدی نامی از این کشورها نبرده بود، اما گفته بود که این تصمیم به درخواست دولت استرالیا گرفته شده است. خبرگزاری ایسنا به نقل از مرتضی جاویدان کنسول ایران در کوالالامپور گزارش داده است وزارت خارجه مالزی هنوز به طور رسمی این خبر را اعلام نکرده است. آقای جاویدان با اشاره به اینکه کنسولگری ایران در مالزی از این خبر اطلاعی نداشته و از طریق مسافران مطلع شده است گفت ما پیگیر این موضوع و جزئیات آن هستیم و می‌خواهیم بدانیم که چرا اصلاً به ما در این خصوص خبر ندادند. پیش از این شهروندان ایرانی برای سفرهای کوتاه‌تر از 3 ماه به مالزی نیازی به دریافت ویزا از سفارت این کشور در ایران نداشتند و در هنگام ورود به مالزی اجازه اقامت 90 روزه دریافت می‌کردند. محدودیت ویزا البته نخستین اقدام دولت مالزی در رابطه با ایران نیست و پیش از این مقامات این کشور به تدریج و به ویژه در زمینه افتتاح حساب‌های بانکی و انجام معاملات تجاری محدودیت‌های علیه ایرانیان اعمال کرده بودند. همچنین در چند ماه گذشته دولت‌های گرجستان، اندونزی و عمان نیز محدودیت‌های تازه‌ای علیه ایرانیان وضع کردند و اکنون دولت مالزی به این لیست وارد شده است. شمار ایرانیان ساکن مالزی حدود 70 هزار نفر تخمین زده می‌شود. بین 10 تا 14 هزار نفر از این عده در حال تحصیل در مراکز آموزش عالی این کشورند و تعدادی نیز به تدریس در دانشگاه و فعالیت‌های فرهنگی و تجاری مشغول هستند.
صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران میگوید آزادی برخی از زندانیان سیاسی در هفته‌های اخیر ارتباطی به تغییر فضای سیاسی کشور پس از انتخابات اخیر ندارد. وی همچنین تهدید کرد که با هر گونه فتنه‌گری برخورد خواهد شد. صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران میگوید آزادی برخی از زندانیان سیاسی در هفته‌های اخیر ارتباطی به تغییر فضای سیاسی کشور پس از انتخابات اخیر ندارد. وی همچنین تهدید کرد که با هر گونه فتنه‌گری برخورد خواهد شد. در هفته‌های گذشته چند تن از زندانیان سیاسی از جمله نسرین ستوده، فیض‌الله عرب‌سرخی، محسن امینزاده، مهسا امرآبادی و محبوبه کرمی بدون اعلام قبلی از زندان آزاد شدند و گفته شد که در عید قدیر نیز تعداد دیگری از زندانیان سیاسی آزاد خواهند شد. دوم آبان ماه سال جاری عید قدیر است. آیت الله لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران روز چهارشنبه گفت که آزادی برخی از زندانیان سیاسی ارتباطی به تغییر فضای سیاسی کشور ندارد. آقای لاریجانی با بیان اینکه قوه قضاییه در این زمینه کار خود را می‌کند گفت در طول 3 سال اخیر در 3 نوبت تعدادی از محکومان امنیتی مربوط به فتنه 88 مورد عفو قرار گرفته و آزاد شدند و روند بررسی عفو و آزادی اخیر محکومان نیز قبل از انتخابات ریاست جمهوری انجام شده است. آملی لاریجانی با تأکید بر اینکه ما نیز قبول داریم که فضای کشور عوض شده است افزود رأی مردم برای عوض شدن فضای عمومی کشور در نتیجه برخی بی‌تدبیری ها و بد اخلاقی های دولت گذشته و افراطی گری های آن دوره بود و مردم نیز برای عوض شدن آن فضا به عقلانیت و تبدیل و اعتدال رأی دادند و حماسه سیاسی آنها البته ربطی به فتنه گران ندارد. وی در واکنش به برخی گزارش ها و تحلیل ها مبنی بر اینکه قوه قضاییه به زندانیان آزاد شده اتهام های غلطی وارد کرده گفت به صراحت اعلام میکنم که این شما مسببان فتنه 88 هستید که با رفتار خلاف قانون و مجرمانه خیش اخلال در امنیت کشور نمودید و حال به غلط قوه قضاییه را به صدور احکام نادرست متهم میکنید. لاریجانی در ادامه اظهاراتش گفت که برخی از فتنه‌گران برای انتخابات مجلس و مجلس خبرگان برنامه دارند. رئیس قوه قضاییه در پایان گفت فتنه‌گران سال 88 و تمامی کسانی که خیال فتنه‌گری دوباره دارند بدانند که دستگاه قضایی در مقابل آنان خواهد ایستاد و اجازه تحرک به آنان نخواهد داد. فتنه‌گران اکنون به این خیال واهی افتادند که عوض شدن فضای جامعه به معنی رویکرد دوباره مردم و نظام به آنان است. نرمش در سیاست خارجی ایران در هفته‌های اخیر این گمان زنی را تقویت کرده که امکان دستیابی به یک تفاهم میان غرب و ایران فراهم شده است. البته سیاست داخلی حکومت ایران نیز از این تحولات بی بهره نبوده و همزمان با آزادی تعدادی از زندانیان سیاسی درخواست برای رفع حصر رهبران جنبش سبز و سایر زندانیان سیاسی نیز افزایش یافت. در روزهای گذشته برخی روحانیون بلند پایه خواستار رفع حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی و همچنین آزادی زندانیان سیاسی شدند. از آیت الله موسوی اردبیلی نقل شده که او با ابراز نگرانی از تداوم حصر رهبران جنبش سبز گفته بود استمرار حتی 1 روز حصر خانگی ایشان و حبس زندانیان سیاسی خلاف شرع است. آیت الله ثانی نیز گفته بود حصر و حبس ها را خلاف شرع می دانم و آنگاه که وجدان عمومی جامعه خواستار رفع حصر و آزادی زندانیان سیاسی است یعنی عرف عامه با این اقدامات مخالف است و طبعا خلاف عرف خلاف شرع هم هست. بسیار سپاسگزاریم که همراه ما بودین در این برنامه. شما میتونید برنامه های ما رو در وبسایت و صفحه فیسبوک ایران فردا هم دنبال کنید. منتظر پیشنهاد، نظرات و انتقادات شما هستیم. شب و روز خوشی رو براتون آرزو میکنیم.